سلام دوستان، وقتتون به خیر باشه. اتفاقاتی این روزها در منطقه غرب آسیا داره رخ میده که رسانه از اون به عنوان به چالش کشیده شدن رژیم صهیونیستی حرف میزنه، به عنوان یکی از دشمنان سرسخت ایران، که این روایت البته روایت غلطیه. این روایت که میگن به چالش کشیده شدن رژیم صهیونیستی، اینها روایت غلطیه. آنچه در حال رخ دادن شکستن شیشه رژیم صهیونیستی. گزارش میخوایم با هم بخونیم ببینیم دیگران درباره آن چیزی که در حال رخ دادن است چیا میگن. من داخل پرانتز خدمت شما عرض بکنم، گزارشی که میخوایم بررسی بکنیم نوشته میدل ایسای هست، اومده اول وضعیتی که الان رخ داده رو بررسی کرده، بعد رفته دو طرف میدان بین فلسطینی‌ها و صهیونیست‌ها، حال و هواشون رو بررسی کرده، بعد به کودکان و نوجوان‌هاشون اشاره کرده و بعد گزارشی را ساخته است که با هم دیگه می‌خوایم مرورش بکنیم. ابتدای گزارش اومده به تلفاتی که در این مدت در این جنگ رقم خورده اشاره کرده، گفته 8 ماه جنگ نابرابر اتفاق افتاده، 37,000 فلسطینی شهید شدن که داره بر تعدادشون افسوده میشه، حدود 85,000 نفر تا الان مجروح شدن. البته این عددی که این داره میگه دقیق نیست. اولا بله 37,000 فلسطینی شهید شدن، ولی به عدد 10,000 نفری که مفقود زیر آوار هستن اشاره نکرده. و بله حدود 85,000 نفر هم این جنگ مجروح روی دست فلسطینی ها گذاشته. و نکتهش اینجا است، میگه همه اینها که اتفاق افتاده نتونسته کاری بکنه که رژیم صهیونیستی از خودش به عنوان پیروز یاد بکنه، بلکه اتفاقا این اتفاقا داره به عنوان سند شکستش و سند رسواییش ازش یاد میشه. میگه از 7 اکتبر این درگیری ها شروع شده، جایی که حماس عملیات طوفان قدس رو مثل یک باد به سمت صهیونیست ها وزانده و میگه هی داره وضعیت رو برای اینها پیشرفته تر میکنه. از این جهت داره اشاره میکنه به این مسئله، میگه آن چیزی که اتفاق افتاده است یک کشور کاملا دچار اختلاف و دچار نکبت و غرق در تفرق بین صهیونیست ها به جا گذاشته. میخواد بره سراغ اختلافات داخلی که الان صهیونیست ها داره. میگه هر سالی که اینا جشن پیروزی برگزار میکردن و جشن تشکیل برگزار میکردن، در خود تل آویو نشونه های از همسویی بین مردمشون دیده میشد. میگفت الان این شکلی نیست. رصد های اینها نشون میده که الان این شکلی نیست. بوی جدایی و دور افتادن هرچه بیشتر مردم از دولت و حتی اختلاف شدید عقیدتی بین اعضای هیئت دولت بر سر نحوه ساماندهی جنگ غزه به شدت خود را نشان داده. حالا میخواد بره درباره کودکان فلسطینی و صهیونیست بگه. میگه که اسرائیلی ها مدت هاست که خواهان قبول آتش بس فوری و بی قید و شرط توسط دولتشان در جنگ ظالمانه ای هستند که رژیم آنها در باریکه غزه به راه انداخته تا بتوانن اسرای پرتدادی که در دست دارن را برگردونن. یه طرف ماجرا صهیونیستایی هستن که مطالبهشون اگر تظاهراتی برگزار میکنن، نه برای حمایت از سیستمشون، نه برای تشکر از ارتششون بابت خدماتی که انجام داده، بلکه بابت این هست که بگن تموم کن این جنگو، تموم کن ما بریم به زندگی اون برسیم. در طرف دیگه ماجرا به چه شکلیه؟ میگه در طرف مقابل ما شاهد جماعتی هستیم، شاهد فلسطینی هایی هستیم که اینها اگر تظاهرات برگزار میکنن، اگر در میدان هستن، برای اعتراض به رژیم صهیونیستی، برای حمایت از حماس و برای چیزی از این دست. یک عدد اینجا ارائه میده، این عدد خیلی تکان دهنده است. میگه چیزی در حدود 80% کشته های نبرد اخیر رژیم صهیونیستی تا به اینجای کار زنان و کودکان فلسطینی هستند. 80% زنان و کودکان، عددی که من به این شکل تا الان ندیده بودم جایی بهش اشاره بکنه. بریم ادامهش رو بررسی بکنیم. در ادامه گزارش میگه تظاهرات دو طرف وجود داره، هم در تل آویو و هم در بین فلسطینی ها. تفاوت بزرگ بین راهپیمایی های اخیر صهیونیست‌ها در تل آویو برای رسیدن به خواسته های سیاسی اجتماعیشان با راهپیمایی سرشار از اندوه نوجوانان آواره فلسطینی در سطح نوار غزه و شهر رفح در این است که گروه نخست از درون جامعه خودمحور و زیاده خواهی می آید که از پس دریافت شدیدترین سیلی سیاسی و ضربات نظامی در جریان طوفان الاقصی گوشه امنی را می جوید و حاضر است پس از باز پس گرفتن اسرای خود برای همیشه دور از فلسطین زندگی بکند.
میگه اولی حال و هواشون این شکلیه، اینا دارن تظاهراتی برگزار میکنن، میخوان مصرشون رو پس بگیرن، اگر مجبور بشن هم ول میکنن میرن. شهرک نشین های شمالی نظرسنجی که برگزار شده 40% گفتن هیچ وقت به مرز لبنان بر نمیگردیم. هیچ وقت بر نمیگردیم. اگر خانه و کاشانش باشه برمیگرده. من دیدم فلسطینی ها فیلم های ازشون منتشر شده، تو یکی از این فیلم ها یک ساختمانیه که تقریبا هیچ چیز از این ساختمون باقی نمونده. نمای ساختمون ریخته، درها ریخته، دیوارها ریخته. اینا دارن خاکی که کف ساختمان طبقات مختلفش هست بیرون میریزن که اونجا زندگی بکنن. چرا؟ به خاطر اینکه کشورشه، خونشه. وقتی خونت باشه نمیتونی قیدشو بزنی. 40% صهیونیست‌ها گفتن که بعد از جنگ ما حاضر نیستیم به شهرک‌های شمالی برگردیم. مقایسه بکنید این دوتا رفتار رو. بریم ادامهش رو بررسی بکنیم. میگه اینها آماده هستن به قاره‌های خودشان برگردن، به اروپا بروند، به آنجایی که آبا و اجدادشان از دهه 1940 به فلسطین کوچ کردند، دوباره برگردند و آنجا زندگی بکنن. در طرف مقابل ما شاهد بچه‌های فلسطینی هستیم که پس از متحمل شدن سخت‌ترین رنج‌ها طی جنگ جاری در غزه، چند سال پرتجربه تر و قدری مسن‌تر از سن واقعی خود شدن. راست میگه، توی همین چند ماهی که گذشته واقعا هم بچه‌های فلسطینی رو پرتجربه تر میتونیم ببینیم و هم خیلی بیشتر از روزهایی که بر اینها گذشته اینها مسن‌تر شدن. میگه آماده هستن برای ماندن در سرزمینی که متعلق به آنهاست. هر بهای گزافی هم لازم هست حاضرن بپردازن، از قربانی شدن در این راه تا چیزهای دیگر. یه سوال میخوام ازتون بپرسم، به این سوال من فکر بکنید. چرا فیلم هایی که از غزه منتشر میشه، از رزمنده های فلسطینی منتشر میشه، نشون میده که مثلا رزمنده فلسطینی رفته چسبیده به تانک رژیم صهیونیستی، بعد مثلا تانک رو منفجر کرده اومده، رفته روبروی تانک وایساده، گلوله شلیک کرده، پریده توی تونل اومده. چرا این حجم از نترس بودن در بین چریک های فلسطینی دیده میشه و ما در هیچ کجای دنیا نمیبینیم؟ چرا فیلم هایی که از غزه منتشر میشه از نوع رفتار رزمنده های فلسطینی همه رو شوکه کرده؟ شما مثلا مدل اینا رو توی جنگ اوکراین دیدین؟ اوکراینی ها انجام داده باشن یا روس ها؟ تو جنگ های جاهای دیگه دیدین؟ نه. علت میدونی چیه؟ ببین، ما وقتی داریم از رزمنده فلسطینی صحبت میکنیم، از یه رزمنده صحبت میکنیم که اولش که نوجوان بوده، این داشته تظاهرات میکرده، سنگ مینداخته طرف اون یکی تیر میزده، رفیق این میافتاده، این ترسش از آدم مسلحی که به سمتش گلوله شلیک کرده داشته میریخته. بعد بزرگتر که شده، مثلا بخشی از سازمان حماس که شده، این تفنگ دادن دستش. تا دیروز باید با سنگ اونو میزده و او با گلوله مستقیم به این شلیک میکرده، او با تانک میومده به سمت این و این دستش خالی بوده، رفیقاش هم میافتادن مردن، اینا رو میدیده. اینا عادی شد برای بچهای فلسطینی. بچهای فلسطینی دیدن اینکه یک نفری بهشون شلیک مستقیم بکنه براشون عادی شد. بقیه ارتشا که اینجوری نیستن. شما میره رزمایش برگزار میکنی تو ارتشای دیگه، شما نهایتش مثلا میری یه تعدادی مثلا فوگاز میترکونن، فلان میکنن، میدون تیر میری، مستقیم روبروت زمانی که تو سنگ دستته که او بهت گلوله شلیک نمیکنی که. فلسطینی ها این شکلی آبدیده شدن. حالا نکتهش کجاست؟ اینجا تو این گزارش میگه اینا توی این سالها، توی این ماها سال خورده شدن بچه‌هاشون و با تجربه شدن. بحث همینه. وقتی این بلا رو به سرشون آوردی، اینا 1 میلیون خورده ی آدم هن، نزدیک 2 میلیون آدم توی غزه. وقتی همه چیزشون رو ازشون گرفتی، خونه هاشون رو نابود کردی، انواع بمب‌ها رو سرشون شنیدی، ریختی، صدای انواع انفجارها رو شنیدن، عزیزانشون کشته شدن، او آبدیده تر شده. او دیگه اون آدمی که من الان براتون تعریف کردم که سنگ مینداخته سمت آدم مسلح و میترسیده به سمت شلیک کنه نیست. بیشتر ارتقا پیدا کرده. کارآزموده تر شده است. و ترسش برای انجام کارهایی که بی‌پروایی نیاز داره بیشتر میشه. این اون چیزی هست که الان در غزه داره اتفاق میفته، اینا هم دارن بهش اشاره میکنن. میگه در طرف مقابل بچهای فلسطینی آماده هستن از کشورشون دفاع بکنن. میگه در جریان نسل‌کشی بی‌شرمانه صهیونیست‌ها در غزه، بیمارستان‌ها هم در امان نبودن، افراد مریض هم در امان نبودن. نوجوان‌هایی که مادران خود را از دست دادن با این رنج و البته عزم بزرگ پیش خواهند رفت که برای گرفتن انتقام و نیل به حق خود و عقب راندن صهیونیست‌ها از فلسطین اشغالی از هیچ تلاشی فروگذار نخواهند که. بله، روایتی که داره ارائه میده درباره فلسطینی‌ها و صهیونیست‌ها کاملا درسته. اونها کاملا در هم شکسته، از سرزمین‌های اومدن، دوست دارن برگردن.
اینجا یک نسل دیگری که اصلا داره یاد میگیره دفاع بکنه. دو نسل بعد که نوجوانان کنونی فلسطین در غزه و کرانه باختری به مردان برومندی تبدیل شدن و اندک اسرائیلی های باقی مانده در سرزمین های اشغالی همچنان در ترس و خفا زندگی میکنن، شرایط دو سوی این مناقشه بسیار متفاوت با یکدیگر خواهد بود. داره آینده رو متصور میشه و در ادامه به این مسئله اشاره کرده، میگه که متأثر از این چیزهایی که داره اتفاق میفته و آینده‌ای که میتونه در پیش باشه، با صهیونیستایی که امیدی برای زندگی در فلسطین اشغالی ندارن، نشون میده که ما با یک منطقه روبرو خواهیم بود که نمیتونه اسمی جز فلسطین داشته باشه. دو دولتی و اینا رو بذارید کنار، اینجا نمیتونه اسمی جز فلسطین داشته باشه. اون بچه‌هایی هم که مثل داعش جذب گروهی که تروریستی اسرائیل شدن، اینا میفهمن باید برگردن خونه‌هاشون، بهشون فهمونده خواهد شد. انتهای گزارش رو برای شما بخونم. میگه مرور همه اینها نشون میده که اگر تلاش آمریکایی‌ها و حمایت عظیم آنها و دولت‌های بزرگ غربی نبود، تا این نقطه هم رژیم صهیونیستی ادامه پیدا نمی‌کرد. طولانی‌ترش نمی‌کنم، اگر نکته چیزی بود حتما در قالب پیام برای من بفرستین. ایران 14313 پل ارتباطی من و شما هست و اجازه بدید من این بخش رو ببینم. بله، اگر نکته‌ای بود برای ما ارسال بکنید. بریم چند تا پیام ببینیم، برمیگردیم. نکات ویژه‌ای دارم خدمت شما عرض خواهم کرد. سلام عرض ادب خاکساری خدمت دوست عزیز و بزرگوارم آقای تحلیلگر. خیلی مختصم، خیلی ارادت داریم. حالم واقعا بد بود، داشتم برنامه‌تون همین الان نگاه می‌کردم، حتی هر روز پیگیر هستم. خیلی حال دارم بهتر شد، واقعا اینو از صمیم قلب میگم. بیانتون بسیار فصیح، دلنشین، اصلا یارمش خاصی داره و واقعا مثل اون گردنبندی که به گردنتون انداختید، ذوالفقاری که به گردنتون انداختید، واقعا برنده است و چقدر میسوزونه اونایی که نمیتونن ببینن، نمیتونن بشنون. ازتون خواهش میکنم با همین به قول خودمون آرامش و تومنین خاطر ادامه بدین. فقط یه لطفی بکنید عزیزم، یه خواهش میکنم ازتون، این که آخر برنامه قشنگتر بکنیم، نظر بندازی یادی هم از امام زمان بکنیم، اللهم اجعل لایک الفرج، همونطور که میگید روشن صغیر بکنیم، این هم یه یاد کوچیکی بکنیم. خیلی ازتون ممنون میشم. من یه قشر سوپرهای حزب اللهی نیستم، من یه آدم بسیار معمولی، قشر خاکستری جامعه، ولی خب اینو واقعا قطع به یقین بهتر از من میدونید. زمانی که اسم آقا رو وارد زندگیم کردم، کل زندگیم دگرگون شده. واقعا حال دلم خوبه و دوست دارم اینو واقعا به تک تک مخاطب شما، مخاطب بچه‌ای که دارن برنامه قشنگتون رو نگاه میکنن، دنبال میکنن، چه اونا که مخالفن چه اونا که موافقن، این تجربه رو داشته باشن. در آخر به قول خودتون طول انتظارش نمی کنم، چه دادی کنم بهتر از این که خدا پنجره باز و تارت باشه. یا علی مدد. سلام و عرض ادب، خیلی تشکر میکنم از پیام ارزشمند شما. ما رو شرمنده کردین، خیلی حس ما رو خوب کردین با این پیام ارزشمندتون. اشاره کردین به یاد حضرت هدایتگر که اصلا کل مسیری که ما باید تعریف کنیم و هدف گذاری ما و اصلا چیزی که آرزوی ما هست و سعی کردیم نوع رفتارمون در مسیرش باشه، رفتار رسانه‌مون منظورمه، به همین ایشان هست و ظهور ایشان هست و همه مسائل مربوط به ایشان. یک دوستی یک زمانی به من میگفتش که وقتی برای لحظاتی به حضرت هدایتگر فکر میکنم، به حضرت منجی فکر میکنم، اگر در حالت غم باشم، اگر در حالت ناراحتی باشم، همه اون غم ها ناراحتی ها فراموش میشه. الان حرفشو میفهمم، چند ماه قشنگ این حرفشو میفهمم. یعنی وقتی یاد به حضرت هدایتگر میشه، وقتی اسمی از ایشان مطرح میشه یا وقتی درباره ظهور صحبت میشه، باور کنید دوستان میدونن، اونایی که به من نزدیکم میدونن، من تو هر شرایطی که باشم، تو هر وضعیتی که باشم، برای لحظاتی احساس میکنم که اصلا توی انگار بخشی از این دنیای من به حساب نمیاد، انگار بخشی از هر اتفاقی که افتاده باشه برای لحظاتی از ذهن من میره. بس که این ماجرا مهمه، بس که این ماجرا امیدوار کننده است. من نمیدونم، نمیتونیم زمان هم مشخص کنیم و بگیم که چقدر با این داستان فاصله داریم، ولی من خیلی امیدوارم، من خیلی امیدوارم نسبت به این که ما بتونیم نزدیک بشیم به اون چیزی که در همه ادیان آرزوش رو داشتن، همه ادیان منتظرش بودن و همه ادیان برایش ثانیه شماری کردن. ولی یه چیز هم به عنوان برادر کوچکتر خدمت شما عرض میکنم، اون چیزی که من از ظهور فهمیدم اینه که هر چقدر تلاش های تک تک ما برای اینکه انسان ها همدلتر بشوند،
و به سمت خوبی حرکت بکنن و با ظلم مقابله بکنن. هرچی این تلاش بیشتر بشه، ما به بیدار شدن انسانها و زمین سازی برای ظهور هدایتگر نزدیکتر میشیم. کار پیچیده‌ای هم نباید کرد. الان ملت‌ها تو مسئله فلسطین دارن به همون داستان میرسن. دقیقاً در همه جای دنیا با باورهای مختلف، تفکرات مختلف، همه دارن میفهمن که آقا حالشون از این ظلمی که بر عالم سوار شده و داره زور میگه. این ظلم داره به عالم زور میگه. این نظم استبدادی داره زور میگه. ملت‌ها فهمیدن اینو نمیخوان. این مدل رو نمیخوان و میخوان اعتراض بکنن به ظلم، میخوان کنار مظلوم وایسن. همینه. ما این رو بتونیم ترویجش بکنیم، من امید دارم که به یاری حضرت الله در مسیر زمین‌سازی برای آمدن حضرت حرکت کرده باشیم. خیلی تشکر میکنم از اینکه اشاره کردید به این مسئله، روح ما رو تازه کردید. دعا کنید بتونم یک برنامه داشته باشه هم که اصلا بخشی از داستان ما اختصاصی بشه به ایشان و برنامه‌های روتینی رو در بلند مدت برای پرداختن به همین مسئله داشته باشیم. نکته دیگه ندارم. خاک پای همه رفقا هستم. خیلی مخلصم. خیلی ارادت دارم. وقتتون بخیر.